درخواست اوکراین از برزیل مبنی بر بازداشت پوتین در صورت ورود او به برزیل. آندری کاستین، دادستان کل اوکراین از برزیل، خواست در صورت شرکت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اجلاس گروه 20 در این کشور، بر اساس حکم بازداشت بین المللی صادر شده برای او پوتین را بازداشت کند. کاستین دوشنبه 23 مهر گفت بر اساس برخی گزارش‌های اطلاعاتی پوتین ممکن است برای شرکت در این نشست راهی برزیل شود. دیوان کیفری بین المللی در اسفند 1401 حکم بازداشت پوتین را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و ربودن کودکان اوکراینی صادر کرد. روسیه ضمن رد اتهامات مطرح شده علیه پوتین حکم دادگاه برای دستگیری او را باطل و بی‌اعتبار خوانده است. دادستان کل اوکراین در ادامه صحبت‌های خود تأکید کرد برزیل به عنوان یکی از کشورهای عضو اساسنامه روم موظف است در صورت عزیمت پوتین به این کشور او را بازداشت کند. واقعاً امیدواریم که برزیل او را دستگیر کند و با این کار جایگاه خود را به عنوان یک دموکراسی و کشوری که تحت حاکمیت قانون است به تأیید برساند. اساسنامه روم در سال 1998 در پایتخت ایتالیا به تصویب رسید و بر اساس آن دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی تشکیل شد. روسیه عملیات نظامی خود علیه اوکراین را پنجم اسفند 1400 کلید زد و از آن زمان تا کنون درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز مناقشه کنونی روسیه حدود 1/5 از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است. دادستان کل اوکراین هشدار داد سفر احتمالی پوتین به برزیل بدون اجرا شدن حکم دیوان کیفری بین المللی بدان معنا خواهد بود که رهبران متهم به ارتکاب جنایات از مجازات مصون هستند و می توانند آزادانه سفر کنند. کاستین اضافه کرد این برای جامعه بین المللی مهم است که متحد بماند و پوتین را بابت اقداماتش پاسخگو کند. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 1400 پوتین سفرهای بین المللی خود را به کشورهای متحد مسکو محدود کرده که از آن جمله می توان به چین، کره شمالی، بلاروس، ایران، آذربایجان، ویتنام، ترکمنستان، مغولستان، ازبکستان، قزاقستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اشاره نمود. از این فهرست تنها مغولستان عضو دیوان کیفری بین المللی است، اما در جریان سفر پوتین به این کشور در شهریور ماه سال جاری از بازداشت او سر باز زدند. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین 23 مهر اعلام کرد هنوز در خصوص سفر رئیس جمهوری روسیه به برزیل تصمیمی اتخاذ نشده است. 19 اجلاس گروه 20 قرار است در روزهای 28 و 29 آبان در شهر ریو دو ژانیروی برزیل برگزار شود. این گروه با هدف بحث و بررسی اقتصاد جهانی و سایر مسائل مرتبط با آن مانند توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی تشکیل شده است و 19 کشور از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، چین، عربستان سعودی، ترکیه، اندونزی، روسیه، هند، مکزیک و کره جنوبی به همراه اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا در آن عضویت دارند.